به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، بارز سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده های عزیز. دوستان عزیز، طوری که شما هم مشاهده میکنیم آمدیم به سطح شهر و گزارشی را ترتیب دیدیم درباره فعالیت های شهروالی و کارکرد شهروالی و همچنان همکاری مردم با شهروالی شهر زرنج. انشاءالله که تا آخرین لحظات گزارش با ما همراه باشید. سلام بر شما، وقت بخیر، خوره معرفی بکنید. علیکم السلام، سلامت باشین. سعید خواجه هستم، ولایت نیمروز. بیایم موضوع شهروالی را بگویم. ریاست شهروالی چی کارا را انجام داده، چی فعالیت ها را انجام داده، از این به ما بگویم. از ریاست شهروالی رضایت داریم، شکر الحمدلله. پلوهای به نیمروز جور کرده، چند تا چک و فلکه اینا را جور کرده، دیگه رسیدگی خوب میکنه ولایت نیمروز. آیا پیشنهادتان بر ریاست شهروالی شهر زرنج چیه؟ چی پیشنهاد دارین برای بهتر شدن سطح شهر؟ برای بهتر شدن سطح شهر دیگه پیشنهاد نمیتونم کرده، ولی پیشنهاد ای است که همیشه سالانه در وقت زمستان ما بابت بارندگی بسیار اذیت، داخل خیابونا کلگی آب استاد میشه، نه یک فاضلاب داریم نه نلکشی داریم، کمی آب از شهر بره بیرین از خیابان. اینا همیشه مردم دانجا که میره لباس از اونا مثلا بی نواز میشه و دیگه داخل شهر نمیتونه رفت آمد زیاد کردن. مردم چگونه هست با شهروالی؟ آیا همکاری میکنن؟ شهروال وقتی که در هر ولایت خدمت بکنه مردم همکار از او هست، وقتی خدمت نکنه دیگه ملت همکار از او نمیشه. عرض سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستا. ابراهیم حبیبی است و یکی از کسب‌وکاران شهر نیمروز. کارکردهای شهروالی تا چی اندازه رضایت بخش بوده به مردم؟ عظیم ما بگوین. والا تشکری خاص از شهروال جدید ما و شما، کم و بیش فعالیت کرده، به جوانان پل ساخته داخل سرک، دیگه صفای شهر خوبه. البته مردم اگر خودشون همکاری کنه، دکه درست کرده برای دست فروشان که مزاحم مردم نشه، ازدحام نشه داخل بازار، دیگه این چیزا هست. و با ما تشکری مینه که این کارار کرده، ولی توقع ما زیادتر از اونا. توقع داریم به جوانان ما، حداقل جوانان نیمروزی برای درس و برای تفریح یک پارک نداره که بشینه فضای سبز داشته باشه. همین چند وقت پیش که باران شد، چند روز پیش شاید بوده، ما و شما جایی که خامه حتی پخته آب نیم متر، آب 20 سان 30 سان داخل سرکات دو هفته است، گلالود میشه، هر رقم باشه ماشین نفر، لباس نفر چتل میشه. تقاضا داره به زینا رسیدگی کنه، سرک هایی که داخل خود شهر اینا پخته کاری بشه. شهروالی ما البته از قبل و تا حالا شهروالی زرنج خوب بوده به اندازه توان خو، اما مثل دیگه ولایت ها ما داخل شهر زرنج زیبایی خاص نداریم. آب قلافت چند وقت است بند است، ما او نداریم. حداقل میتونم این مصارف یک دو تا چای عمیق دیگه هم بکنه که مصرف های ما مثلا مصرف شهر رفته بالا، ازدحام شده، آب بهتر به مردم برسه. آب تانکرها زیاد شده، گرانی شده آب تانکرها، مردم خریده نمیتونه، حداقل بتونه ما از این آب استفاده کنیم. غلام محمد یوسفزی هستم، دکاندار ولایت نیمروز. آقای یوسفزی، موضوع برنامه درباره کارکردها و فعالیت هایی که شهروالی انجام داده تا چی اندازه به مردم شریف ولایت نیمروز موثر بوده؟ خیلی موثر خوب بوده، خیلی هم کار کرده خوب کرده شهروال سر محترم، ما از راضی، خدا از راضی باشه. به حساب دکان ها که سمینی، به حساب سطح ولایت نیمروز که هست، دکان ها خیلی حال منظم شده، بهتر شده، به هر نگاه سکنه حساب تمیزی، به حساب شهرسازی، به هر لحاظ سکنی شهروال سر محترم خوب کارا پیش رفته، خوب کارا مینه، کار مینه. خب موضوعی که فعالیت هایی که ریاست شهروالی شهر زرنج انجام داده شاید هستیم، ما میبینیم، درست چیزی که خودتان هم گفتیم، همکاری مردم با ریاست شهروالی تا چه اندازه هست؟
شکر خدا مردم هم خیلی همکاری کرده با شهرداری ولایت نیمروز، هم خود مالکین دکان ها خورجور کرده، می هم یک نوع همکاری میشه که شب شهر خوب شه، لوکس یا به خصوص هم بیم راست بازار. مردم خیلی همکاری خوب داره، ولی ما هم از شهروار سمترم یک خواهش تقاضا داره، به خاطر اینکه پیش رو دکان ها خود ما کست از طرف بعد از ظهر ساعت 12:01 به بعد نور خورشید میتابه، ولایت نیمروز هم خود شما میفهمه خیلی گرمه، از نظر گرمی خیلی گرمه. این پیش رو دکان ها ما که هست ما پرده آویزونمون به خاطر نور خورشید بگیره داخل دکان ها، ما هم جنس ها ما اینا خراب نشه. شهروار سمترم به مدت چند روزی میشه نفرا رحیم ندن دکان ها، ما هم پرده که آویزونمون جلوی نور آفتاب بگیره، ولی با ما میگم شهروار سمترم اجازه نداده، حق نداره شما که پرده بزنه، ولی میخواد شهروار سمترم ما میخواهش داره که به می حساب دکانا که شما فکر چاره کرده، به حساب می پیشروی این پرده که ما آویزون منه، به حساب می هم راه چاره به ما بگه. جهان سپاس هست شما، تشکر، زنده باش. سلام مجدد خدمت آن دوستان که تازه به جمع ما پیوستند. طوری که شما هم در جریان هستین، نظرات مردم و پیشنهادات مردم بودند که در سطح شهر همراهشان داشتیم و امروز هم خوشبختانه آمدیم به ریاست شهرواری شهر زرنج، یکی از مسئولین با خود داریم. در این برنامه جناب محب الله نورزاد عامل حکومتداری را با خود داریم، انشالله که تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشید. خوش آمدین به برنامه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، آمدن به شهروالی تا باشد که از موضوعات و قضایایی که در سطح شهر انجام شده و کارکرده و فعالیتهایی که شهروالی در سطح شهر انجام داده و او پیشنهادات و انتقاداتی که مردم دارند از شهروالی زرنج خواستن که خود را با خبر بسازند. سپاس از شما جناب نورزاد صاحب. رسانه پل ارتباطی بین مردم و دولت هست که ما هم خوشبختانه امروز آمدیم اینجا همراه شما هم کلام هستیم و شما هم همراه ما، و کسانی که سوال داشتن، کسایی که نظر داشتن، کسایی که پیشنهاد داشتن بس هم حضورتان برسانیم. اون شکایت مردمی بودن که زمانی که باران میشه آب در سرک ها جمع میشه، آیا اقدامات شما چی بوده؟ چی اقدامات در پیش داره؟ تشکر از شما. بله، واقعا که در سالهای گذشته خاصتا در فصل زمستان، در زمان بارندگی ها در سطح شهر و بعض نواحی ما، زمانی که باران میشه آب جمع میشه اونجا. خوشبختانه امسال ما قبل از اینکه زمستان فرا برسه، قبل از اینکه فصل باران فرا برسه، رهبری شهروالی زرنج پلان ها و برنامه های خاص را روی دست گرفتن که خوشبختانه ما تانستیم که موزلی که امسال قراره که رخ بده، یعنی نمی بارندگی ها، ما را مرفوع ساختیم، یعنی تمام جویچه هایی که آب رفت هستند اونا را ما پاککاری کردیم و همچنان در بعضی از نقاط شهر که در سال گذشته اونجا چاهای حلقوی حفر شده بودند بخاطر از اینکه آب را جذب کنه، دوباره مجددا ما او چاها را پاککاری کردیم که انشالله در سال آینده ما در کدام نقطه از شهر آب گرفتگی یا باعث از اینکه آب جمع شود نخواهیم داشت. سپاس از شما. میپردازیم بس یکی از سوالات بعدی که شهروندان از شما داشتن از ریاست شهرواری شهر زرنج. طوری که معلوم میشه همیشه مردم ولایت نیمروز از پارک محروم است، جای تفریحگاه محروم است. قرار بعضی بود که میدانوایی سابق پارک جور شوه و جای تفریحگاه جور شوه، از این بگوین نتیجه آن چی شد؟ تشکر. در قسمت سوال شما باید پرداختی که واقعا پارک یکی از ضرورات یک شهر مدرن و پیشرفته است که باید به خاطر آرامش روحی روانی جوانان اطفال، ما شهرها باید پارک های تفریحی داشته باشند که متاسفانه شهر زرنج از پارک محروم بودند که هم دلایل خاص خود را دارند. یکی از دلایل عمده از اینه که نبود آب هستند. همین رقم که شما و تمام مردم شرافتمند شهر زرنج در جریان است، شهر زرنج و مردم شهر زرنج با کمبود آب شرم مواجه هست.
چه برسه به که ما بتانیم یک پارک را با مساحت خیلی زیاد او را ما تزین کنه و نیاز به آب داشته باشه که بخوای نخوای با کمبود آب مواجه میشه. خب خوشبختانه ما یک پارک از قبل داشتیم که به نام پارک ابریشم میگه که ما او را به سکتور خصوصی سپردیم که کار روی زو جریان داره. انشالله به زودترین فرصت این پارک، اگرچه پارک کوچکی است اما باز هم خوب است از اینکه پارک نباشه، همین پارک هم برای فعلا تا اقدامات بعدی که انشالله روی دست گرفته شوه، این همین پارک هم به بهره بردازی سپرده شوه و مردم ما، جوانان ما و اطفال ما بتونه از همین پارک استفاده ببره. تشکر از شما جناب نورزا صاحب. میپردازیم به سوال بعدی. شکایت مردم از قیمت بودن یا بالا بودن قیمت های مواد غذایی و همچنان تانکرهایی که آب میاره، قیمت هایشان متفاوت است. دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا نخنامه نداره؟ در قسمت سوال شما باید درس کرد که در قسمت نرخ ها و قیمت ها ما کمیته های موظف در سطح شهر داریم به خاطر کنترل قیمت ها در سطح شهر و بازار، که همه روزه ما با متخلفین که خلاف اونمو نرخنامه شهروالی اجناس را در سطح شهر به فروش برسانند با متخلفین برخورد جدی صورت میگیرند، دکانهایشان پلمب میشن، همچنان اجناسی که تاریخ دیر شده هستند اونا از سطح شهر جمع‌آوری میشن توسط ریاست شهروالی زرنج. بعضی از مردم، دکانداران البته، شکایت دارن که ما سایوانی که درست کردیم به خاطر دکان، به خاطر که جلوی آفتاب بگیره، اینا ما درست کردیم، ولی کارکنای ریاست شهروالی شهر زرنج ممانعت میکنه. اینا بگوین دلیل چی میتونه باشه؟ تشکر از شما. خدمت شما باید درس کنه که زیبایی شهر هم یکی از وظایف شهروالی است، که ما باید در قسمت زیبایی شهر، در قسمت صفایی و پاکی شهر هم باید تلاش های را داشته باشیم. تعدادی از دکانداران ما متاسفانه بغیر از اینکه یک سایبان داره خود دکان از او، پیش روی دکان هم که دید سرک و دید خود دکان را قطع میکنه، اونا یک رقم تکه های را میگیره بسته میکنن، که از یک طرف باعث اونم دید سرک و مردم و شهر میشه که از پیاده رو و از خود سرک عمومی یک مدید را قطع میسازه، و همچنان باعث از بین بردن زیبایی شهر میشه. که ما چندین بار با دکاندارا، با کسبکارا این موضوع را مطرح ساختیم که اگر در وقت ضرورت که میبینین که آفتاب هستن شما را اذیت میکنن، خب کدام ممانعت نیست، اما ای که مطلق تمام روز این تکه ها در پیش روی دکان شما نصب باشه، بغیر حلاوتن که شما یک سایبان هم دارین، باید میگیرین پیش روی سایبان که در مسیر سرک است میگیرین تکه های کلان را بسته میکنن، ما از این ممانعت کردیم. و این از یک طرف دیگر اونمو زیبایی شهر را هم خدشدار میسازن. جناب نورزا صاحب، آیا تکه هایی که هست مشابه یا همرنگ یکی دیگر باید باشه یا نه؟ نه، تکه اصلا در اصول شهر و شهرنشینی و ایگه پا اصلا تکه نباید نصب کنن. اینیا اونمو سایبان های فلزی که هستن، ما اونمو طرح و دیزاین را هم مشخص شده با اونا سپردیم که با اینی طرح و با اینی دیزاین سایبان داشته باشیم که تکمیل چار با یک سایز یک رقم سایبان داشته باشن. اما تعدادی از دکاندارای ما، نه همه، تعدادی از اونا میگیرن تکه های را نصب میکنن که باعث از بین بردن زیبایی شهر میشه. از کارکردها بگوین، از پلان های آینده با ما بگوین. تشکر. شهروالی زرنج واقعا در سال گذشته با رهبری مدبرانه جناب شهروال صاحب و رهبری شهروالی زرنج توانسته پروژه های را در سطح شهر تطبیق کنه، مثل پروژه پل که واقعا سالهای خیلی گذشته یه می رقم نیمه کاره مانده بود که به پای اکمال رسید و به بهره بردادی سپرده شد، و همچنان به تعداد دو فلکه ما در سطح شهر تحت کار است. یک فلکه ما به بهره بردادی سپرده شده، دروازه ورودی شهر در حال کار است، و از همه مهمتر دکه هایی است که به تعداد 170 غرفه دکه در حال اعمار و بازسازی است، که ای هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اشتغال زایی
واقعا در سطح شهر نهایت حائز اهمیت و مهم است که حدود 170-180 تن از هموطنان ما اینجا مصروف کار و باعث ازی میشه که اونا یک اشتغال را داشته باشند. و همچنان پارک در حال ما به سکتور خصوصی سپردیم که در حال بازسازی است که انشاءالله رحمان طی هفته آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. و همچنان در آینده هم ما پلان ها و برنامه های را داریم که انشاءالله رحمان پروژه های است مثل پروژه 100 پای برق به خاطر تزیین شهر، به خاطر زیبایی شهر انشاءالله که به اعلان سپرده شده، به داوطلبی سپرده شده که در حال پروسه تدارکاتی قرار داره. او هم انشاءالله به زودترین فرصت یکی از شرکت های ما قرارداد خواهد کرد و کار از او هم عملا شروع خواهد شد. ناگفته نمانه پروژه بلوارهای ما هم تحت کار است، پروژه شولدرهای ما هم تحت کار است که کار ناجریان داره. خدمت شما عرض کنه که حدود 100 میلیون افغانی همیال پروژه ها تحت کار است که بالای 400-500 تن از هموطنان ما مصروف کار و اشتغال زایی هستند و همچنان از یک طرف باعث اشتغال زایی میشه، از یک طرف باعث بازسازی و زیبایی شهر ما میشه. و پروژه های دیگه هم انشالله در حال تطبیق است که به زودترین فرصت به افتتاح و بردازی سپرده خواهد شد. جهان سپاس از شما جناب نورزا صاحب. همیشه همواره مردم میگن شاروالی باید همراه ما همکاری بکنه. میایم از شما میشنویم به حیث مسئول، شما از مردم چه خواست دارید؟ تشکر. بدون شک شاروالی همانند یک ماهی است و مردم مانند دریا که هیچ کدام بدون هم نمیتونن باشه. آب اگر نباشه ماهی از بین میره و میمیره. بنابراین ما زمان خود را موفق میدانیم، ما زمان خود را کامیاب میدانیم که مردم با ما همکار باشند، مردم با ما همگام باشند، مردم یک بال باشه به خاطر پرواز شاروالی. مردم هستند که شاروالی ها میتونن در سطح شهر به فعالیت ادامه بدهند. تغذیه شاروالی ها در سطح شهرها و نظمو پرداخت تکس و مالیات مردم هستند. بدون شک همکاری مردم نباشه ما هیچ کار کرده نمیتونیم، خاصتا در بخش پاکی و نظافت و زیبایی شهر، همچنان تطبیق پروژه های ما و همچنان ای که مردم ما به وقت و زمان از اونمو جواز صنفی خود را، اونمو محصول صفایی خود را بیاین به شاروالی پرداخت کنن. اینمی خود در حقیقت یک کمکاری بس عظیمی است که با هم دارند. جهان سپاس از شما بینندگان خوب تلویزیون ملی افغانستان و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما بودن و ما را همراهی کردین. این بود دانستنی های این برنامه. تا برنامه دیگر شما را بلا یک تا می سپاریم. شاد، خوب، خورم باشید. بدرود.